سلام دوستای نازنین گل، امیدوارم که خوب و خوش باشین در هر سر دنیا که هستین. امروزم امی پیران یمی دخترانه را میدوزم. ما الگو قیچ کدم از روش از الگوش ویدیو نگرفتم بخاطر که وقتی ما میگرفت زیاد و یه لباسم عجلهی بود، بخاطر امو ما الگوش وقت قیچ کدم از روی ازو الگو اناله یه پیرانش قیچی میکنم. از این فیتا هم در پایین دامنی پیرانش میشه و پیرانش از امی بخمل میشه، از امی بخملی امی رنگی. و تنبانش خود دیدین که تنبانش ما بخمل سبز کردم و یه زی جالی هم در زیر دامنش میگیرم که یکم پفکی بیایه. این جالی هم خودی هم خانم آورده که میخواه که زیاد پفکی بیایه. میگه ببینین الگو رو ما قیچی کردیم به این شکل است. الگویش آسان است ولی دخت ازی سخت است. از بروشش کده دختش سخت تر است. اما امو تو دلا قیچی کده بودم الگو رو دو تیکه و این حال یک تیکه زیرا میمونم دروش و از روی زمی دلا قیچی میکنم بخمله که دو طرفی لباس میشه به این شکل و پشتش از اینجا میگیرم. باز اگر فرصت کردم الگویش هم میمونم برتان در آینده و فعلا نشد، یعنی پشتش است، پشتش هم باز است، پشت درس داره، یعنی زیب داره و پشتش باز است. اگر در آینده وقت کدوم باز الگویش میمونم و فعلا وقت نداشتم الگویش از الگویش ویدیو نگرفتم. یا ماموتیکای اگه سرشانیش هسته همیتیکر دولا میکنم، دولا در میارم از این. البته خو این مدل در لباس بخمل زیاد سخت بود، به خاطر امو سخت بود برای من دختنش، به خاطر که تیکه بخمل سخت دختش و برای ساتن باشه یا دیگه تیکا باشه خب راحت تر است. و این مدل هم سخت است، تیکه بخمل هم سخت است، دختش سخت است. و این خود خانم میره خواسته که امی تو باشه، امی تو امی مدل بیایه و من از روی امو دختم عکس را اون کده بود. البته خانم خودش از روی امو عکسش و می شکل دختم. و من توصیه نمیکنم که تیکه بخمل شما به این مدل بدوزین، خیلی سخت است. و دیگه تیکه باشه، تیکه ساتن باشه، یکم تیکایی که استوار باشه خیلی خوب است. این دولا قیچی کنم باز آستری از این آستری میگیرم، از این آستری های لشمک برای آستری کود اینا که اصلا از اون آستری میگیرم. از اینجا دامنش هم میگیرم، دامنش هم اونمو عرض تیکه است، عرض بخمل 76 است فکر کنم، 76 است. درازیش هم 40 گرفتم، 40 دراز آمد، شما 35 بگیرین بخاطر تنبانم داره، تنبانش دیده شوه. 35 خوب میایه بخاطر که فیتم داره در پایینش، یکم فیته دخته میشه دراز میشه. 35 خوب است دمی سایز. البته تنبانم داره، 35 خیلی خوب است. از ما چیلی گرفتم، از ما دراز آمد، باز بعد کوتاه کردم میشه. وقتی که دختر از خانم پوشید دراز بود یکم، باز از قسمت کمرش کوتاه کردم. اینی می عرض بخمل که قضیات نیست دیگه، به عرض بخمل کم است. اینی میره کلاگیشه میگیرم برای دامن که چیندار بیایه. میبینین اینجا ما یک اشتباه کردم که چسب نکردم، گفتم دبل میایه، ولی شما چسب کنین، لای چسب تیکه ای بکنین، امتیکای سرشانیشه لای چسب تیکه ای بکنین
که یکم استوار شوه و باز بعد از این آسته را بزنین بدوزین. ما تنها آستر زدم لای چسب نکردم، گفتم امو تو زیاد دبل نیایه، ولی دختش زیاد سخت بود بخاطر امو که چسبم نکردم. اینا پیشی کار هستن، پیشای کار را میدوزم در زای زیر بغلش، البته میدوزم، باید هم تو تمیزم بیایه. این بری سایسی دختری 4-5 ساله خوب هسته، همی سایسی که گفتم داری 4-5 ساله است. دختر من خو لاغر است زیاد، ولی سایزش ریزه مانده، برای 4-5 سال خوب است می سایز. و از قدش خو یکم دراز است، ولی امو بغلش ایناش دختر من لاغر است زیاد. آسترایشم می دوزم، دیدین که آسترایشم دختم و درزای بغلم، درزای بغل آسترایشه و خودی کار دختم و اینالی ایتیکرم دختم اینالی رو در اینجا کوک میندازم، در دور یخن کوک میندازم. من فکر کنم یک قسمت از ویدیو رو ما یا نگرفتیم یا یکی پاک کردیم، پاک خو نکردیم، اطمان یادیم رفته نگرفتیم. و اول باید همون قسمتی القاستینش باید دوخته شوه. ببینین این اینجا رو اینی پشتم دوختم دورشه و قسمت القاستینم دوختم راسته کردیم و اینی فقط قسمت هایی که در آستر چسبانده میشه باز استه. و این بندک از کلونا بندک هم نمیخوایه، ولی از این خرد بودک بخاطر که زیاد سرشانش استاد نمیشد من بندک هم میزنم. کلان ها باشه، آدم کلان باشه، بندکم لازم نیست. به این شکل بندک اینجا یک بند میزنم. ما یک قسمتش ویدیو نگرفتیم، فکر کنم ویدیوش پیدا نکردم. و اینجا یک اندازه یک درس بونین که بخاطر که آستر دوخته شوه به این شکل اندازه یک درس که گفتم باشه بونین اونجا، ولی اینالی اینی آستر دو دوخته شوه. نمیفهم، شاید بعضی ها دیگه رویش بدوزه، ولی من خواهم این تو فکر کردم، ولی این دفعه اولی ما بود که این مدل ما دوختیم. بعضی جایش هم نمیفهمیدم، خب من خواهی نمی تو رویشه را فکر کردم که راحت تر است، ولی شاید بعضی ها دیگه رویش بدوزه. هر کس رویش خودش داره. ببینین من اینجا که یک درس موندم، اینالی از این درس دور میخورم، از امو بیخ درس دور میخورم و دور تا دوری علق آستین شمیدوزم. و آسترم باید جدا باشه، آسترم یک قسم مخفی دخته شوه، مخفی باید بیه. و او طرف هم اونمو تو یک درس موندیم، اونمو تو از لبی درس برمیگردم در او طرف. ببینین اینمی تو اینجا یک کمی در رفته از زیرش.
ببینین به این شکل آمده و تو کده میشه و او طرفشم و ای طرفشم به این شکل باید بیایم و قسمت های القاسین یادتان نره و که چرت بزنین، یعنی یک طرفشه یا یک طرف دیگه شست به این شکل میایم. کمی تو تیرو بیره داره پیش رویش. در بغلش سی است. در نظر ما این مدل برای اشتوکا زیاد خوب نیست. خب مشتری من خودش خواسته بود، من دختم، ولی عکسی هم که برای من فرستاده بود عکسی پیرانی کلان بود، ولی برای اشتوکا من مناسب نمی بینم میره، بخاطر که ای پایین میایی از سرای شانایش اشتوکا تو راحت نمیتونه بشینه، اشتوکا همیشه شوخی میکنه و میخواه اشتوکی خورد. ولی مقبولک آمدک، خیلی خوبش مقبولک آمدک. اینجا یک سوزن میزنم، همو تیر بیرش سوزن میزنم که اندازش برابر شود. این زاپاسی زیبش است. و عرض دامنش یک 12 سان کم کردم. ببینین اندازه یک 12 سان، فکر کردم زیاد کلان است، در این سایز دامنش کلان میه، یک 12 سان از اما عرض تیکه کم کردم. اول بر شما نشان دادم که من اما عرض تیکه رو میگیرم، باز بعد دیدم که کلان میه زیاد، اما یک یا 12 سان اینا کم کردم. و میتونین اگه بخواین پرچین بیایه، میتونین کلی عرض تیکرم بگیرین، اون زیاد مشکلی کلان ایجاد نمیکنه. ببینین دامنشم چین دادم، چینی ماشینی، و بالاتنم که آماده است و آستر را نمیگیرم، آستر باید جدا باشه و این دامن را در خود اینمی کار میچسبانم، فقط یک اینی قسمت بند میشه که و اینجا را جدا باز میدوزم، امی دامنه در بالا تنه میچسبانم، آستر نمیگیرم، آستر به خاطر که دامنشم آستر داره، باز آستر در آستر میچسبانم. اینمی تو گرفته دور تا دور کمره میدوزم و چینایشم پیش دستیم خوب مرتب میکنم. تنها خوبی که بخمل داره چینی کمرش خیلی خوب چین میفته، تنها خوبی جایی که راحت است همین دختی کمر است و از البته تیکه بخمل خوبم تو چینایش راحت میفته. دیگه تیکا سختتر است، چینی کمر که میدازی کمر چیندار باشه ای پیندی میشه، ولی بخمل همون تو خوب صاف چینایش میفته، افتاده است. ببینین ما دیدین که من تو را دختم، تو را پلت دادم، پلت دادم یعنی چینی ماشینی ندادم، پلت. ببینین ای آستر آمده، آستری دامنه در آستری بالاتنه میدوزم و درزش داخل بیایه به این شکل که درزش مخفی بیایه. اینجا میدوزم، چین دادم کمری، آسترم چین دادم چینی ماشینی و اینجا میدوزم به این شکل که دردش داخل بیایه. هرچی اگر شما بخواین پرچین بیایه همی توری تانه زیاد بگیرین، توری تانه 2 لا بگیرین، 3 لا بگیرین اگر بخواین چین دار بیایه. ببینین من دختم، آسترم دختم، بالا تانرم دختم، اینا لیباس بعد توری رو میدازم. اگر بخواین چین دار بیایه هم تو چند لا بگیرین. ببینین این دو تمیز بیایه، درزا داخل بیایه، مخفی کاملا تمیز، فرق نمیکنه کلان باشه یا خورده نیم لباس کلان آرام شون باید این شکل بدوزین که مخفی بیایه درستان. این حالی توری رو میدوزم، توری رو اینی تو به این شکل در اینجا میدوزم.
توری رم گفتم توری شخ هسته یک قسم، توری های نرم نیست، اگر زیر لباس بگیرین توری های یکم سفتر و توری را چینی ماشینی نتین، پلت بیتین. خب شفت پلت بیتین، ببین به این شکل میدازم، بازی بر میگرده و طرف در زیر آسر میشه، در روی این بخمل گرفته میدازم. ما پلت دادیم، ام پلت دادیم، ام بازم پیش دستیم، اگر کلان است بازم پلت دادم میرم اگر اضافه است. و می شکل قد دستیم پیش پیش اگر اضافه است پلت میتونم بازم. در زیر ازی گفتم از توری های یکم سفتر استفاده کنین، زیر لباس ها اگر میخواین استفاده کنین که پفکی بیایه، توری های نرم استفاده نکنین. میبینین این تو به این شکل در داخل آستر آمده. و یک توری دیگه هم خانم آورده بود، من فعلا نمیدوزم، اگر ببینم اگر بیایه بپوشه، اگر خواست که از این قدم پفکی بیایه بازو این توری را میدوزم. و فعلا نمیدوزم این توری سیاره، توری سیاه خیلی سفت است، باز اگر آمد پوشید اگر دید که اگر خواست باز در آخر میدوزم. این یعنی زیبشه میدوزم، زیبم اینجا مخفی میدوزم. اول کوک بندازین زیبا، دامنش دراز است، ببینین من کوتاه میکنم دامنشه. دامنشه گفتم دایتان که امو 35 که بگیرین خوب است، به این سایز من 40 گرفتم که دراز است، کوتاه میکنم. زیبشه میدوزم، زیبم خیلی مهم است وقتی که اینی تو آستردار است، زیبم باید مخفی بیه. ببین اول زیبه در خودی کار میدازم، باز بعد یک چرخ دیگر روی آسترش میکنم. ببینین ما زیبه کوگ انداختیم، زیبه اینو می تو میدازم، باز سعی میکنم اگر زیب درست است آسترش هم در رویش بر میگردانم، از داخل میدازم و این شکل از داخل میگیرم. اول یک چرخ در خودی کار خودی زیبه میدازم و یک چرخ دیگه هم برای آسترش میکنم. ببینین یال دخته شده خودی زیب و این حالی اینی تو آستر بر میگردانم، اول یک کمریت صاف میدازم این رایش. شما میتونین در کل لباس ها انجام بتین، و خاطر که تمیز بیایه درز داخل بیایه، کاملا طرف چپه و راستش تمیز بیایه، همین تو میدوزین. اول اینی تو میدوزم، یکم اگر اینجا زیبه صاف میدوزم، باز به این رایش پایین گرفته دخته میرم. از این طرف هم میتونین بودوزین اگر بخواین خوب شفت بیایه، باید زیب دیده نشو از طرف چپه. از این طرف هم ما پای زیب بند نکدیم، میتونین پای زیب بند کنین. خوب از این بیخ زیب بودوزین که ایچ دیده نشو از طرفی چپه.
ببینین به این شکل آمده، از داخلم ببینین تمیز آمده. من پایزه بند نکردم، خواه یک کمی او طرف تر آمده ولی تمیز است از داخلم. از پشتشم ببینین زیب دیده نمیشه، از طرف راسته، از طرف چپه دیده میشه یک کم. ببینین به این شکل. و اینجا از زیر یک بند میزنم که بچسبه، یعنی کن جدا نشوه، تو دور استاد نشوه. اینجا یک بند میزنم از زیر ازی امیتی که دوری خن، یک بند میزنم که بخی دیگه هم تو صاف استاد شوه. سعی میکنم اندازشم خوب بامده، کلی اندازش صحیح است و فقط یک کمی دراز است. دراز است اما تو که دایتان گفتم باز کوتاه میکنم. و فقط یادم رفته قسمت های فیت های پایینش ویدیو نگرفتیم و یه چیزی برای مخفی کردن ندارم و هرچی دارم با شما شیر میکنم. فقط یادم رفته، بعضی وقتا یادم میره و از جایش فیتای دوری دامنش یادم رفته که ویدیو بگیرم. اما راحت است دختش، خیلی راحت است و چیزی نداره، فقط لبی دامنش یکم قاد گرفتم و فیتا را دختم. این دختری من که عاشقی یعنی تو لباس هست، لباس پوشیدن و فیشن و این چیزا. امیدوارم که شما از این ویدیو یک چیزی یاد گرفته باشین. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتان نره و خواهشان به خاطر حمایت از من لایک کنین، سابسکرایب کنین. من خیلی زحمت میکشم روی ویدیوهای من. اینجا امیال 1.5 ساعت 2 ساعت است که ششتم در او گپ میزنم. ببینین در قسمت های کمرشم از این فیتا دوختم، دیدم که ساده تر آمده، باز در قسمت های کمرشم از این فیتا دوختم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب. خداحافظتان تا ویدیو.